بعد دوستانی که صدای ما رو در اقصا نقاط جهان میشنوید، آشر وایزر هستم در استانی که مورد یوم کیپور سال 5783 قرار داریم و همچنین در سخت‌ترین و تلخ‌ترین ایام میهن هستیم. آمین که این روزهای سخت هرچه زودتر تمام بشه و آرامش دوباره به این کشور و به این مملکت و به کل جهان به خصوص به اسرائیل برگرده. خب در جلسه 13 مینیمال های تورا و اتسخیم هستیم و به سوال 21 رسیدیم، به بخش دوم از جلد اول و سوال 21 رسیدیم. ضمن خکسام یخ و شالوم خدمت استاد گرانقدر، خواهشن مخیلا بفرمایید. شالوم بر همگی، معذرت میخوام. شالوم بر همگی، شالوم بر دوستان عزیز. خکسام یخ برای راش هاشانه. الان یه قدری سنگینه به خاطر اتفاقاتی که در مملکتمون ایران داره میفته و با تمام وجود درخواست میکنم از الهیت و خداوند کمک کنه که با رحم و شفقت این اشکال و این سختی به اتمام برسه. آمین آمین. یک شعاری بیشتر از هر وقت تکرار میشه در این جمعی که مشتاق تغییر و تحولات خوب در ایران هستند. زن، زندگی و آزادی. من خیلی تعجب کردم که چگونه مردمان خوب ایران یک همچین شعاری رو شروع کردن از اول روش هاشانه بگفتن، چون این سخن درست مطابق دعاییست که قوم یهود از اول روش هاشانه شروع میکنه به خوندن که میگوید کتوینو بخاییم، الوهیم خاییم، و بعدم برای اینی که به آزادی برسیم. خروت، زن تو عبری یعنی زخر و نکوه. زین، زینش زخره، زخر یعنی مذکر، نونش مؤنث. برای همینه که میگوید زن، زن همون زونه، زیرمپین و ملخوته، که درخواست میکنه از خداوند که در کتاب خیم زندگی او رو بنویسه. ولی زندگی بدون آزادی بی‌معناست. آدم همه چیز آزر بده ولی آزاد باشه. آزادی امر اول این خلقته. این خلقت رو خداوند خیلی زحمت کشید، خیلی دنیاها درست کرد که موقعیتی درست کنه که آدم مختار باشه، اختیار کنه بین خوب و بد. و امیدوارم که خداوند این در این موقعیتی که قوم یهود واقعا دعا میکنه برای 72 ملت، نه فقط برای خودش، در موعد سوکا اسرائیل قربانی میده جهت 72 ملت دنیا. اسرائیل مسئول به این خلقت. برای همین دعایی که میکنه برای دنیا میکنه و امیدوارم این دعاها مشتاق حال همگی بشه و شالوم بیاره تو این دنیایی که همه ما با هم یک جا زندگی میکنیم. آمین که نیراتون. بریم سر تلمود سفیرود. من صفحه 87 هستم و سؤالی که عرب
اشلگ زیخرونه رو برخه میکنن سال 21 شروع میشه به هیت کشروت. هیت کشروت با کوف یعنی لهیت کشر، یعنی وصل شدن. این یعنی هیت کشروت. موضوع این وصلت עשר ספירות בראשת המדרגה בעשר ספירות באור חוזר העולה ממלכות ממטה למעלה מכונה בשם התקשרות. חודמנד מיתונה חרצ'י כמו לעזם דרים במבדי. חודס. ולי צ'ון נון חג'לת נמיכוס מחלורש. این حس خجالت رو بکشه و نون خجالت نخوره، گفتش که و این هدف خلقت بود که دیگه مستقیما از من نخواهی گرفت الا با اور خوزر میتونی بگیری. یعنی چی؟ یعنی این که واقعا فقط یک صدیق خداوند میخواد تو این دنیا باشه. صدیق چی کار میکنه؟ یه آدم صادق. فکر خودش نیست، فکر منیت خودش نیست که خود رو ارضا کنه. الا صدیق اگر چیزی داره و چیزی خداوند بهش مرحمت میکنه، اون رو میخواد استفاده کنه جهت اینی که شناس خداوند و حقیقت رو مسبب بشه مثل عامل الهیت در این خلقت پیشروی بده، بیشتر کنه، آشکار کنه. به این میگیم لکبل المنت لحشبیا، یعنی این که ما گیرنده درست شدیم، ما نیاز داریم، ما هم به نعمتهای احتیاج داریم که لازمه، لازم و ملزوم زندگی ماست. ولی خداوند اون چیزایی که ما لازم داریم به ما میده، ولی جهت کافی کردن این لازمه رو ما باید زحمت بکشیم، ما باید کوشش کنیم. خداوند به من شفا میده، قضا میده، ثروت میده، موقعیت میده، فرصت میده، زندگی به من میده، ولی اینها تمام لازمه زندگی است، ولی کافی نیست. کافی اینه که من هم زحمتی که باید بکشم جهت تعالی و افشا کردن امت در این دنیا و خودسازی و جهت پیشروی این خلقت و تکامل این خلقت، چون این خلقت هنوز به تکامل نرسیده، زحمت بکشم از اون نیرو و قدرت و فرصتی که خداوند به من میده. به این میگیم راتسون لکبل، یعنی اراده گیرندگی، قدرت گیرندگی، جهت اینی که متقابلا بتوانم از این چیزی که گرفتم صادقانه به شکل و شمایل قانون الهیت و امت این قدرت گرفته را استفاده کنه. به این میگیم لشن شمای، یعنی هر فکری که میکنم، حرفی که میزنم، هر عملی که انجام میدم به این جهت که خداوند گفته، خواسته خداونده. به واسه اینجا راب میگوید هیت کس شد، برای اینکه کشر پیدا کنم بعد عذر ارخوزر درست کنم، یعنی نوری که منعکس میشه، مثل نور خورشید که میتابه به ماه و ماه منعکس کننده نوره. همه سوال میکنن آیا خدا هست؟ چرا من خدا رو نمیبینم؟ سوال بسیار قشنگی هستش که آیا شما نور رو میبینی؟ حقیقت امر اگر خوب واقف باشیم، ما نور رو نمیبینیم، ما انعکاس نور رو میبینیم. خود نور رو چشم ما قدرت دیدن نداره، الا با ارخوزری که درست میکنه، با نور منعکسی که در ارخوزر نور برگشت،
نور انعکاس. اون چیزی که منعکس میشه مسبب میشه که من ببینم، ولی اصلیت نور رو نمیبینم، الا انعکاس نور رو میبینم. خدا هست، پس چی از او میبینم؟ انعکاسش، انعکاس الهیت، این خلقته، این طبیعته، این چیزیست که در دنیا خداوند خلق کرده و کهکشان ها، که من ببینم و واقف بشم از قدرت و از حکم او. اینجاست که میگوید اینیان هیتلپشوت، یعنی هیتلپشوت لباس. اسر سفیرو ده تا نیرو هستن که اور یشرن، اور مستقیمن، از بالا به پایین میان. اور خوزر اون لباسی است که ملخوت، یعنی دهمین سفیرا، به خاطر مسخی که روی اون ملخوت، همین جوری که هفته های پیش گفتیم، اور خوزری درست میکنه، یعنی اون صحنیه‌ای که باید به سفیرا، به نیروی ملخوت برسه که آخری هستش، که کلی هستش، اون کلی هستش، ظرفی هست که ظرفیت داره نور را افشا کنه و نشان نمایان کنه، اون صحنیه خودش رو بر میگردونه، نمیگیره. گفتیم نهتای اولی اور یشار میگیرن چون رو اونها مسخ نیست، مسخ فقط روی کلیه، یعنی روی اون ظرفیتی است که قدرت گیرندگی داره. پس اور یشار میاد از کتر خخمه بینا خسد گبراتی فرد نصح خود یسود، که میرسه به ملخوت، که میرسه روی ملخوت مسخی که این اور رو برگردونه، اور خوزر درست کنه، چون تنها جوری که میتونه بگیره اینه که ارخوزر درست کنه، نگیره. این تناقض این خلقته که با پس زدن، همینجوری که تعریف کردیم در مورد تعارف، با پس زدن این نور یک لباسی درست میکنه که واقعا نه تا نور اوریاشار، یکی هم اور خودش که ارخوزر، اول اوریاشار بوده نور خودش، بعد ارخوزر درست میکنه، به این وسیله ده تا نیرو رو در بر میگیره. اینجاست که میگوید اینیان هیتلپشوت اس سفیرو دروش. و این ارخوزر کجا درست میشه؟ همیشه توی سر آدم، جایی که عقل و فهم و دانایی آدم مستقر شده، اونجاست که ارخوزر درست میکنم، اونجاست که دهنم رو میبندم، دندونا رو چفت میکنم که حرف زده نشه تا اینکه تعمق کنم. اینجاست که میگوید اس سفیرو دروش حمد رگا به اس سفیرو دو ارخوزر. ما اس سفیرو دو اریاشار داریم، نوریست که از بالا میاد به پایین، بهش میگیم اریاشار. اس سفیرو دو ارخوزر اون دهتا نوریست که از پایین به وسیله مسخه مربوط به ملخوت به کلی میفرسته به بالا. اوله می ملخوت میمتل مالا، از پایین به بالا مخونه بشه میتکشون. موقعی که یه همچین واقعی اتفاق میفته، به این واقعی میگیم هیتکشون، وست شدن، وست شدن. خداوند یک فکری رو واسه آدم میفرسته، 70,000 فکر در روز میاد در عقل ما، فکر ما. من همه این فکرها رو نمیگیرم، فقط یک فکر به خصوصی که میگیرم و میگم آه، به اون میگیم ارخوزه. من رو ببخشید یک ثانیه که تلفن رو قطع کنم. عرض مذرت به اس سفیرو به ارخوزر ها اوله من ملخوت ممتن رمالا. همیشه ارخوزر از ملخوت شروع میشه، از اون کلی، از اون نیرویی که ظرف ظرفیت اینو داره که دریافت کنه، دریافت کننده.
מכונה בשם התקשרות, ואין מגיעים להתקשר, להתקשר אסם מסתרי וחס שודמה. מטעם שנבחן כאן שהאורות קודמים לכלים, אבל נור מיוד, בת כלי דורוס משה. נור כמוסבב דורוס שדנה כלי, שאין אביות עולה עם האור חוזר, הוא למעלה ממקומו. עליו. מורי כמן, הודלתי לסטפאדה כהרם, ברוי דורוס כהרדן עם אור חוזר, וגופתים הוא חודרת מיד עזון אוויות, עזון גזלת, גלזת מסך. מסך צ'רד חודרת דורי, גופתים צ'הר תפז דורי, צ'הר רוטבי חודרת דורי, צ'הר רוטבי חודרת דורי בברגרדונדן נור. בחינה דלת, כשומרי צ'הר רומי, אז חמה קדיטרי, אור חוזרי כדורס מכונה, אז מלכות את הקטר. یعنی ده تا اور یاشار ده تا اور خوزر قدرت داره بگیره درست کنه. بخینات گیمل که فاز بعدیه، فاز دومیه، ولی دیگه آویوت بلد زاخ شده. موقعی که یک دفعه یه لیبوشی رو درست کرد با اون نور دیگه اون قدرت و غلظت وجود نداره، یه درجه میاد پایین میشه گیمل. ارخوزر گیمل میره تا خخمه، بعد خخمه زخ میشه، یعنی میگیم که پاک میشه، تسکیه میشه، دیگه نیست اون غلظت، تسکیه شده، غلظتش کمتر شده، میشه بت. بت ارخوزری که درست میکنه میره تا بینا. الف ارخوزری که درست میکنه میره تا زیرنپین، یعنی میره تا خسه. بعد میمونه ملخوت، و ملخوت اویوت نداره، شورشه. به اینجاست که میگیم این اوری که الان میاد بهش میگیم اور ملخوت. این موقعی است که ملخوت رفته به کتر رسیده. یعنی چی این حرف؟ من دارم خلاصه میکنم چون باید این کلیت رو بدانیم. موقعی که بخینه دلته، گفتیم تمام این توی سر اتفاق میفته، بخینه دلت پیست، یعنی این په از همه چیز غلظتش بالاتره. قدرت این په از تمام این قدرت هایی که توی سر آدم هستش، این چیزی که از دهن آدم در میاد قوی تره. پس بخینت دلت پس، بخینت گیمل افه بینی است، بخینت بت اوزن گوشه، بخینت دیمل چشمه، معذرت میخوام، الف چشمه، دوباره دلت دیمل بت چشم. بخینت الف یعنی ملخوت اول تو پیه، بعد که دلت زخ میشه، تسکیه میشه، میره میره توی بینی، بعد از اینی که بینی تسکیه میشه میره در مرحله اوزن که اویوت غلظت دوست، میره غلظت اول بی توی چشمه. اینجاست که میگیم ملخوت علل نکبه نایم، یعنی ملخوت شده مؤنث چشم. و بعد که اویوت الف تموم میشه، میشه شورش، ملخوت میره توی مسخ. میبینیم اینجا داره بحث است، اینجاست که میگیم ملخوت علل کتر. تنها رایی که به این نوری که بهش میگیم کتره برسیم اینی که تفیلین بذاریم این رو، و به وسیله تفیلین اون دری که بسته است، چون این پیشونی بسته است و اجازه نمیده به اور ملخوت برسم، به وسیله تفیلین میرسم. این چهار فاز تکامله این ملخوت هستش. یعنی ملخوت موقعی که یه ارخوزر درست میکنه تا کتر بخینه دلت کلی نیست، گیمل هم کلی درست نمیکنه، اوزن هم کلی درست نمیکنه، عین هم کلی درست نمیکنه. موقعی که ملخوت میره تو کتر، یک کلی درست میشه به کلیه کتر.
یعنی چهار فاز باید کامل بشه که یک کلی به تکامل برسه، چهار فصل باید در سال به تکامل برسه که یک سال کامل بشه، چهار حروف اسم الهیت هست، یود هی و هی، هر کدوم اینا روی پایه یک آویوت و یک غلظتی درست شده و همه اینها ظاهر میشن. یعنی یود، کلیه یود ساخته میشه، کلیه هی ساخته میشه، کلیه واف ساخته میشه، کلیه هی ساخته میشه، در چهار فاز شروع میشه از یک آویوتی تا به یه آویوت دی ختم بشه تا اینکه این کلی کامل بشه. حالا رب یه توضیح بیشتری میده اینجا، میگوید آویوت اوله ایم اور خوزر هزر لمالا میمکما. آویوت موقعی که رفت بالا دیگه آویوتش تموم میشه، موقعی که اور خوزر بس کردیم اون آویوته تمام میشه. شهو همال خود افیلو مشهو لفیکخ این اس سفیرود به اور خوزر هلل رو نخشبیم لکیلیم گموریم. حالا ده تا سفیروت ارخوزر، یه ارخوزر که درست میکنیم، ده تا سفیروت ارخوزر تو روش هستش، هیچی تو سر کامل نمیشه، کلی ساخته نمیشه تو سر، تو فکر هیچ کاری انجام نمیشه. اینجا دنیای فقط فکره، دنیای عمل تو این نیست، دنیای فکره. اینجاست که میگوید کیلین کامل نمیشن توی سر. درسته که ده تا ارخوزر، ده تا اوریاشار درست میکنیم، درسته که ارخوزر توی کله درست میشه، ولی فکره، فکر کلی درست نمیکنه، شروع درست کردن فکره، بهش نمیگیم کلی گموریم، گمور یعنی کامل. هرائیم لیکلبش حتما بهم الکن مخونه هیکلبشود هی رک بشه میتکشون. واسه این اتفاقاتی که توی فکر میفته فقط بهش میگیم هیت کشروت، یعنی اینکه وصل شدیم. الان من وصلم تا مادامی که اینترنت هست، این اینترنتی که هست اجازه میده که من به شما وصل باشم. تا ارخوزر نباشه هیچ هیت کشروتی، هیچ وصلتی اتفاق نمیفته. به این میگیم هیتکش رود، موقعی که وصل شدیم. کلومر به معنای این که شعور هیشار میتکشر و شوره الپاتوف، که الان وسیلهی درست شده که اور یشار، اون نوری که مستقیم اومده، الان وسیلهی درست شده به وسیله اور خوزر، برای به وسیله اور منعکس شده. واسه همین ما اور منعکس رو میبینیم، خود اور یشار رو نمیبینیم، اون انعکاس نور رو میبینیم. علا پرسوف علیده اسر سفیرو دور خوزه، پس فقط با نور منعکس شدن انعکاس من میتونم ببینم، نه با به وسیله اوریاشار. ولی موقعی که من نور انعکاس رو درست میکنم، نور مستقیم درون این نور منعکس شده است، درونشه. همجوری که من یه چیزی رو میبینم، یه اوریاشر اومده به چشم من خورده، این نور برگشت موقعی که بر میگرده به اون موجود، به اون چیزی که دارم نگاه میکنم میخوره، اون موقع دیدنه. چه اینا میتلبش ممش بهم هیتلبشوت اوریاشر به کیلیم اینا عمر الاب اور خوده. هیچ امکان نداره که من بتونم نوری از الهیت بگیرم بدون او. اینجاست که میگوید نابرد رنج گنج میسر نمیشود. این گنج نوریست که از خودم میخوام بگیرم. واسه اینه تا ارخوزر درست نکنم درست نمیشه. روش هاشانه چیه؟ ده روزه، ده تا سفیروت، ده تا تشوبه میکنیم. تشوبه یعنی ارخوزر، اور خوزر کلی رو میگیم تشوبه، تصحیح کردن هی ملخوت، هی رو به هی وصل میکنیم، یعنی هی رو به کتر وصل میکنیم، این اور خوزره. پس روش هاشانه واقعا یه روشیست درست میکنیم، یه سریست درست میکنیم که درست شده از ده تا اور خوزر. این راز روش هاشانه که درست شده از ده تا اور خوزر.
و این 10 روزه من 10 نوع مختلف نور جدید میگیرم با تشوه هایی که هر روز میکنم. واسه اینی میگه اسر یا میم شل تشوه، 10 روز این ارخوزرهایی که درست میکنم، اون نوری که مستحق حال این حالیست که من رو به تکامل برسونه، به تعالی برسونه در عرض اون 1 سال، کلیت این نور رو این 10 روز من میگیرم به وسیله ارخوزر، به وسیله تشوه، به وسیله ویدوی کردم، به وسیله اینی که از آن کنم، اعلام کنم کجا اشتباه کردم، کجا گناه کردم، کجا خطا کردم، که نوری که میگیرم نمیخوام با خطاهای گذشته قاطی بشه، یکی بشه، چون اینا یکی میشن، ارخوزر و اوریاشار با هم یکی میشن، نمیخوام یکی بشه، نمیخوام بدیهای گذشته هم وارد آینده من هم بشه، میخوام اشتباهای گذشتم دیگر تکرار نشه. پس این 10 روزه این فرصت رو الهیت به من داده که با تعمق کردن و تحصیل کردن افکار و اخلاقیات و رفتار و کردار و پندار خود تعالی پیدا کنم، که نور جدیدی بگیرم، که سال جدیدی رو بتوانم به اتمام برسانم به نحو احسن. الا به ارخوزر هم میتوشد لمت ممسخ اشر ابیوت של המלכות בראש יכולה להתבשל לרדת להתלבש את העשר סבירות באור ישר הבאים. حالا سر من یه فکری رو میگیره، عشر سفیرو 10 تا ارخوزر درست میکنه، کامل میشه، الان میخواد این رو به عمل برسونه. این ملخوته، این که بهش میگیم په به علاوه کلل میشه 86، 86 میشه الوکیم. الوکیم برا ات ورشید، الوکیم برا ات شمایم و ات ارض، آسمان ها و زمین رو کی آفرید؟ خداوند. کی؟ به اسم الوکیم. با چی؟ با گفتن، با په. پس این مرکز این قدرت، این زبان و دندون ها و لب و زبانی که به من داده، قدرت این رو داره که خالق باشه، بگه با گفتن. واسه اینه باید اذعان کنم، ویدوی کنم که من کجا اشتباه کردم، کجا باید تصحیح کنم و از خدا من چی میخوام. همش از دهن باید در بیاد. واسه اینه تفیلا میخونم. تفیلا اهمیتش اینه که اون سخنی است که از قلب من صدایی بلند میشه که با افکار من که حروف رو میچینه، یک سخنی، یه عبادتی از این دهن در بیاد. این درست شده از احساسات قلبی من که صدای من رو درست کرده، و اون دانایی عقلی من که بلد حروف رو بچینه، که دعای خودش رو، حرف خودش رو چگونه به الهیت بزنه که بتوانه منظور خودش رو به صحت آشکار کنه. زه تخ زه، سوال بعدی، سوال 22، مو زه تخ زه، زه زه میشه 12 تا، 12 تا درون 12، 12 روز دو صبح، 12 ساعت شب، این درون اون یکیه. از 12 شب 12 تا روز میاد، از 12 تا روز 12 ساعت شب بعدی میاد، و همینجور یکی درون یکی دیگه. حالا رب این برنامه رو چجوری تعریف میکنه؟ پیروش، معنی زه تخ زه چیه؟ معنیش چیه؟ زه مسوب میزه، برنامه سبب و مسبب. در این دنیا همه چیز درست شده روی سبب و مسبب. یه سببی میاد که مسبب میشه یه عملی رو انجام میده، ولی سبب و مسبب فرق داره. سبب نور اوریاشاره، نمیدونم، من نمیدونم سبب افکاری که میاد تو کلم و اتفاقایی که میفته رو نمیدونم از کجا اومده، باید جویایی کنم که سبب رو بفهمم که مسبب درست بشه. مسبب اینه که اون سبب رو، اون
فعل رو مفعول میشه، مثل فاعل و مفعول، مثل فاعل و مفعول. فاعل یه فعل، مفعول این فعل رو به انجام میرسونه. پس میگیم سبب و مسبب. اینجاست که میگوید ز مسبب میزه. 12 ساعت روز درست میکنه 12 ساعت شب، 12 شب درست میکنه 12 ساعت روز. یکی از اون یکی میاد، این مسبب میشه که اون یکی بیاد. که ایگول هخیتون میگبایر شه او هسیبه و اگرم لیگول هپنیمی. گفتیم خداوند در ابتدا یه خلعی رو درست کرد. این خلعه مثل پوسته پیاز بود، یه دایره در رون یه دایره دیگه، یه کره داره یه کره دیگه، یه کره یه کره، تا اینکه اومد توی نقطه مرکزی این دایره ها. دایره بیرونی از همه نزدیکتر به انصافه، دایره که درونه دورتر از انصافه. گفتیم هرچی مسافت دورتر باشه آویوت بیشتره، غلظت بیشتره، تاریکی بیشتره. هرچی به دایره بیرونی من نزدیک بشم، بیشتر نزدیک شدم به انصاف، به نور حقیقت، به نور امت، پس زاخترم، تسکیه بیشتره. پس اون پوشه بیرونی از همه بیشتر تسکیه داره، از همه بیشتر پاکه. نوره درونی غلظتش از همه بیشتره. غلظت یعنی اون رتبه خواسته. موقعی که یه نفر تسکیه میشه دیگه خواسته هاش کمتر میشه، خواسته هاش خیلی ساده میشه، میشه تا اینکه فقط میخواد با خدا وصل بشه. ولی در اون وصلت خداوند حد اعلا داره، چون توش خودخواهی نیست. موقعی که خودخواهی زیاد باشه غلظت زیاده، میکشه. ولی این خودخواهی لازمه، لازم و ملزومه. من باید اول گیرنده خوبی باشم، یعنی حد اعلای غلظت آویوت رو داشته باشم. ولی قدرت این رو هم باید پیدا کنم که حد اعلای پاکی رو در وجود خودم بیارم که به نزدیک بشم به خدا. به این میگیم تسکیه، به این میگیم هیتکشروت، به این میگیم تعالی پیدا کردن، به این میگیم لشن شمعیم. چه هر کاری میکنم، هر چی که میگیرم، اینی که میخوام به اون نزدیک بشم. اول شروع میکنم با خواسته فراوان میگیرم، ولی موقعی که گرفتم متوجه به این میشم که من این چیزی که گرفتم دارایی منه، الان جهت چی باید خرجش کنم و استفادش کنم؟ جهت لشم شمعیم، یعنی برسم به اون حد کمال تزکیه و تعالی، نزدیک بشم به الهیت. شهو حسیبه و گرم لیگول هپینی میشه به تو خود. پس اون ایگولی که اون دایره که درون نقطه مرکزی وسط خواستش از همه بیشتره. پس گرفتن این تو این خلع نور آوردن بستگی داره به این نقطه مرکزیه، به این که از همه غلظت و خواستش بیشتره. اونی که نور رو میکشه تو تمام دایره ها، حتی اون دایره اولی هم نور از اون میاد شروع میکنه تا برسه به وسطی. حالا آیا این قدرت داره که این نقطه مرکزی نور منعکس کننده ای رو درست کنه که به حد اعلی برسه به آخرین دایره، یعنی اولین دایره ای که از انصاف شروع شد، از پایین بتونه بره به بالا؟ همه سوه و نیمشخ میخیتون، چون این نقطه مرکزی که بهش میگیم نکودا امسایی، اون واقعا تمام آویود و غلظت و هیچ توکی کود، یعنی اون ذوق و شوق لازمه کشیدن نور، مربوط میشه به اون نقطه مرکزی، اونی که وسط قرار گرفته که از بیرون نور بکشه درون، از نور بکشه درون.
اگر این ملکوت نقطه مرکزی باشه توی اون دایره که نزدیک به انصفه، ملکوت مثل ماه که نزدیک میشه به خورشید، یک روز در هفت در ماه، ماه رو نمیبینیم، ماه وجود نداره. چرا؟ چون نزدیک شده به آفتاب، اینقدر نزدیک شده به آفتاب که وجودش دیگه نمایان نیست. برای همینم اگر ما بسیار نزدیک بشیم به اون حد اعلا، دیگه وجودمون برقرار نیست. واسه اینه میگه اگر پنیم منو ببینی میمیری. پس باید در یک جایی قرار بگیرم که حد اکثر خواسته و اراده گیرندگی رو دارا باشم و واقف باشم، آگاه باشم، دانا باشم که این چیزی که میگیرم صادقانه باید استفاده کنم جهت نزدیک شدن به او. از قدرت خواسته خود به نزدیک شدن او استفاده کنم برای آوردن نور تو این دنیا. حالا من چگونه میتونم اگر به او نزدیک بشم دیگه منم او؟ نه، موقعی که من دارم دعا میکنم، اگر فقط دعا برای خودم بکنم، یعنی این قدرت آبیوت من منیت فقط یکی خودشه، ولی موقعی که توی دعای من 70 ملت باشم و آگاه باشم از درد و رنج آنها، از خواسته های آنها، و این شروع میشه اول از خود، بعد به خانواده، بعد به فامیل، بعد به کشور خودم، بعد به تمام دنیا. اینجا میگه محبت علم. موقعی که به یه جایی میرسیم که عاشق خلقت خداوند میشیم، یعنی هر چی که خداوند خلق کرده تو این دنیا گذاشته ما رو دوست داریم، ما میخواهیم که او بهتر و خوبتر و عالیتر بشه. اینجاست که درسته که من لشم شمایم دارم دعا میخونم، ولی خواسته من خواسته 72 ملته، نه فقط خواسته من. خواسته من بیارزشه، هیچه، یه نقطه، یه صفره تو این دنیا. ولی موقعی که وجود من واقعا وصل بشه به این خلقت، بعد این قدرت رو پیدا میکنه که اون نور برگشتی که باید درست کنه رو درست کنه به حد اعلا. گیرندگیش نمیشه فقط برای خودش، میشه برای تمام دنیا. حسینی میشه مسبب، میشه سببه، هیچ وقت فرق نمی کنه. خدا فرق نخواهد کرد، خدا هست، بوده و خواهد بود، از اون نه کم میشه نه زیاد میشه، او هست. این منم که کوچیک و بزرگ میشم، منتها بزرگی قدرت گیرایی من بستگی داره که وصل میشم به چند دایره دیگه، نه فقط به منیت خود، الا کسای دیگر رو در خود میبینم. اینجا میشم مسبب، اینجا میشم مسبب. سبب الهیته، من فقط مسبب او هستم، مسبب اجرای قوانین تورات هستم، قوانین امت. و تو این قانون امت کشتن قدغنه، خیلی ساده است و 10 کلامش میگه نکش. ولی متاسفانه به خاطر نادانی غلط، به خاطر فقط نادانی، موقعی که آدم توی یک تاریکی نادانی میره و تعصب پیدا میکنه و چشمش کور میشه، نمیبینه حقیقت رو، اون موقع دست به اعمالی میزنه که حقیقت نداره. موقعی که میگه خداوند میگه نکش، نکش. همه سبب و همیم شخ میخیتون به افن اشه زه تخزه، همه چی به هم مربوطه تو این دنیای، همه چیز درون هر چیزی که آدم میگیرم از خدا میگیرم کامله، هست. همه چیزی که لازم و ملزوم درش هست، اون چیزی که کافیش میکنم هست، نه فقط لازم الا کافی.
مرعه على یخس شل سیبه به مسوزن. اینجاست که یاد میگیریم به قول انگلیسی کازن افکت، سبب و مسبب، فاعل و مفعول. فاعل این دنیا الهیته، صفتهای الهیت باید در این دنیا پیاده بشه. صداقت، صداقت حقیقی از آن اوست. پس حرف و عقل و دستورات اوست که باید در این دنیا اجرا بشه. و این رو کجا میتونیم پیدا کنیم که امت داره؟ تورا. دهینو ایلا و الول، ایلا و الول، برامید میگیم ایلا و الول، اون علتی که مسبب میشه یک واقعی اتفاق بیفته. هر چیزی یه علتی داره، هر یه چیزی سببی داره، یه سببی مسببی رو درست میکنه. زیووب دهکه شماره 23. زیووب یعنی برخورد، زوجیت، زوج شدن، یکی شدن. زیووب دهکه، حکه یعنی ضربه. ببینیم یه چکشی که میگیریم میزنیم یه سنگ، یه جرقه توش در میاد. پس این چکشه با زدن به این سنگه با هم با سنگه تولید یک جرقه میکنه. عرخ و زر هم همینجور درست میشه. نور میاد به اون مسخ، مسخ مثل اینی که پرده گفتیم، میاد به پرده میخوره، کل نور نمیاد. اونقدی که پرده اجازه میده نور بیاد تو، میاد تو. اگر پرده نخواد نور بیاد تو، پرده میذاریم که نو جلو نور رو کاملا بگیره. به این میگیم مسخ. حالا این مسخ هست که باعث میشه که جلوی نور رو بگیره. یعنی این که بگه من نمیخوام خود رو ارضا کنم، من نور تو رو قبول دارم ولی نه برای خود ارضایی. برای همینه برگرد و اون نقطه نوری که بالای منه رو نگه دار تا من ارزش و قدرت و اون تو اونی که باید پس بدم که قدر این نوری که میخوای به من بدی رو راهش رو پیدا کنم، بعد خورده خورده هضمش کنم. چون گفتیم که این سره، بعد از این که کامل شد این سر باید بده به کی؟ به تن، که بتونه به انجام بده. هر چی که سر داره میده به تن، هر چی که تن میگیره از سره. پس سر سبب، بدن مسببه. سر آدم فکر میگیره، تعمق میکنه، فکر رو میسازه. موقعی که خوب هضمش کرد، حلش کرد، فهمید باید چی کار کنه، اون موقع به دستور میده به بدنش که اون فکر رو به نتیجه برسونه، به محصول برسونه. پس تن آدم مسبب میشه که اون فکری که سببی که توی سر آدم پرورش داده شده به فرجام و به نتیجه و به میوه برسه. اینجاست که میگوید زیووب دهکه. یعنی چی؟ برخورد، برخورد کردن حکه، ولی باعث زوجیت شدن، یعنی هیت کشروت پیدا کردن، کشر پیدا کردن. پولت مسخ، این تمام کار مسخه. این مسخ است که ارخوزر درست میکنه، این مسخ است که مسبب میشه و مسبب میشه. سیبا خود نوره است، مسخه مسببه، مسبب میشه که ارخوزر درست بشه. اگر این مسخه نباشه این ارخوزره درست نمیشه. واسه این میگه پعولت مسخ، عمل مسخ. همه عکب و معلیم اتا ارد بخنه دلت. بخنه دلت گفتیم موقعیست که غلظت خواسته حد علاست، یه منیتی ابراز میکنه یه خواسته ای رو، به این میگیم بخنه دلت. میگه این مسخه است که موقعی که بخنه دلت بهش میاد نور، بخنه دلت نور اوریاشار میاد میخوره به این مسخه که اویوت بخنه دلت داره، یه ارخوزر درست میکنه، مسبب میشه که یک نوری برگرده. امیتخه یعنی برمیگردونه، اتحار ها
هشیخ لا. من چه نوری رو برمیگردونم؟ نه نور کسای دیگری، نوری که مسبب میشه من رو ارضا کنه، اون نوری که سهمیه منه، اون چیزی که مال منه، حقیقت حق منه، از حق خودم میگیرم، از حق خودم میگیرم که بتوانم اعمالی انجام بدم که مسبب بشم به خدای خود وصل بشم. به این میگن هیتکش خود، به این میگن مسخ، به این میگن زیبوب دهکه. الا اخورب لشورشو این پوئل زو میخونه زیبوب دهکه، که این نوری که سهمیه منه، من بر میگردونم به خدا، میگم ای خدا نگاه کن، این من نورو نمیخوام بگیرم، بر میگردونم به تو که بتوانم به این وسیله به تو نزدیک. این ده روزه این کارو میکنم. ده روزه درخواستم اینه که ای خدا من به من رحم کن، اسم منو توی کتاب خط زندگی بنویست، به من آزادی بده. آزاد که موقع آدم آزاده که از حمانی که توشه راحت بشه. قول بهتون میدم الان شروع چیه؟ تیشره است. 6 ماه دیگه پوریمه. پوریم موقعی است که حمان سرش به دار میره، حمانی که وجود داره مسبب تاریکی مرگ، و درست او قدرتی است که نمیخواد من به اون حد اعلایی خودم برسم، به تکامل خودم برسم. این حمان است و متاسفانه باید با حمان درونی خودم بجنگم که حمان دنیای بیرون رو بتونم از بین ببرم. چون اگر این حمان درون من از بین بره، اون حمان بیرونی قدرت تغذیه نداره، خفه میشه، از بین میره، پوسیده میشه. حمانی که در دنیا میبینیم وجود داره به خاطر اون حمانی که هنوز درون وجود ماست. تا این حمان درونی پاک نشه، اون حمان بیرونی از بین نمیره، چون اون حمان بیرونی مثل یک زالو میمونه، مثل یک حشره میمونه که باید از خون آدم تغذیه کنه. ولی اگر من اون شیر رو ببندم و تغذیه ندم این حمان رو و خفش کنم و نابودش کنم در وجود خودم، و این راز عزازله، راز اون سعیر گوسفندیست که میفرستیم به عزازل، یعنی اون بدی و زشتی که درون مشتاق بر این هستیم که اون حمانی که درون کاملا بکشیمش، از پردگاه پرتش کنیم که بمیره، همینجوری که در مورد گوسفنده عزازل کردیم، سعیر عزازل. اینجاست که میگوید زیبوک دکا شهورت هشم هزه موره پعولت زو نصب توخو بد. این یعنی مفهوم اینجاست که این ارخوزره که میگیم نور برگشت، نور منعکس شده، دو تا چیز رو مشخص میکنه که میتصد خد از یک طرف میکوخ به اور پی به کوخ به اور، از یک طرف یکی یک کوخ میگیره، یه زوری میگیره. هر دفعه که من یه فکری میاد، اون فکره مسبب میشه که یک چیزی من دریافت کنم، یه قدرتی رو بگیرم. چه پیروشو شه دوخه و معلیم و تو میلعیه، یعنی این که موقعی که این نوره میخواد بیاد درون من، من درخواست کردم، منیت من خواسته و از اون منیت من چشپوشی کردم جهت اینی که میخوام به خدا نزدیک بشم، میگوید چه دخه و معلیم و تو. دخه یعنی پس میزنش، مثل تعارف کردن پس میزنه، میگه نمیخوام، میگه من این نوره رو میخوام طبق یه شرایطی، اگر بتونه این نوره مسبب بشه من به تو نزدیک بشم، اگر نه نمیخوام. من نمیخوام ارضا خود بکنم، منیت رو نمیخوام ارضا کنم. منیت من موقعی راضی میشه که من توانستم به وسیله استفاده از این نور به تو نزدیک بشم، عالی تر بشم، عابد خوبی بشم، تزکیه پیدا کنم.
دوخه و معلیم اوتو ملحیه، یعنی نمیده این نوره که بیا درون من افشا بشه، من مسبب میشم که نور که عشق اینو داره که آشکار بشه، چون خداوند دوست داره که به من بده و من لذت ببرم، این خاصیت و صفت اوست که به من نور بده که من لذت ببرم، ولی من از اون لذت که روی پای خودخواهیه میگذرم. تو خودتو و نمیذاره روشن بشه، میاد صد هشنی میزدوه، ولی برخورد کرده با من نوره، نوره یه تأثیری رو من گذاشته، چه بخوام یا نخوام. موقعی که من یه فکری رو میکنم، حتی میگم این فکر رو نمیخوام ادامه بدم، ولی فکره هنوز یک تأثیر، یک رشیمایی تو من گذاشته، یعنی یه جایی برای خودش وا کرده. ایم هاور شپیروشو شگرم لو ریبا و ارخوه یه تیره، فکره که تو کله من اومده که آمده به خاطر اینکه من خواستم، ولی الان پس زدمش، الان فرصت دارم تعمق کنم که اگر خدا میخواد این نور رو به من بده، من این نور رو چگونه استفاده کنم، جهت استفاده این رو مشخص کنم، به چه جهتی میخوام بدم. وقت به این میگیم ارخوزر، تعمق کردن یعنی ارخوزر کردن. موقعی که من یه فکر میاد عکس العمل نشون میدم فورا، یعنی فکر نکردم روش، تعمق نکردم، ارخوزر درست نکردم. اوریاشار اومده گفته ببین همین الان یه لذتی هست برای تو، تو ببری لذت رو، ببر لذت رو، میبرم، خدا داده دارم، کیف میکنم، لذت رو میبرم. اینجا کی راضی شد؟ فقط من، فقط من، هیچ کس دیگه راضی نشد، هیچ کس دیگه بهره نبرد از این چیزی که من گرفتم. ولی اگر من این چیزی که گرفتم رو تعمق کنم، بگم خب درست پس زدم، گفتم نه نمیخوام، نمیخوام راضی بشم، راضی هم نشدم، و بعد بشینم نگاه کنم بگم که آقا این چیزی که من میگیرم آیا میتونه 72 ملت هم ازش بهره ببره یا فقط من بهره ببرم؟ آیا این مسبب میشه که من بتوانم سببی بشم، جهتی که دنیا بتونه ازش بهره ببره؟ اگر نمیتوانم این کار رو بکنم نمیخوام. این ارزش داره برای الهیت، این قابل ستودنه، خود ارضایی توش نیست، جهت ملته، جهت 72 ملته. اینجاست که رب ادامه میدهد، میگوید نفخ لاور مگول گدول ملبیش اور یشار نکرا اور خوزه، و من با پسدن این نور یک دایره درست میکنم، یک لباسی درست میکنم که اون نقطه نوری که بالای این ملکوته هست، یعنی اون نورهای یاشاری که اور یاشاره، لباس کنم اونها رو بپوشونم. حالا این یه مقدار نور گرفتم، خود ارضا نشدم، ولی نور گرفتم. ای میگین زیبور دکا، نوره رو گرفتم. خدا چیزی که به تو میده نمیده مگر اینکه لیاقتش رو نداری. خدا چیزی که با آدم میده و آدم داده پس نمیگیره، مگر اینکه لیاقتش نداشته باشم، یعنی مسخی نداشته باشم که مسبب بشه لباسی، ظرفی درست کنه که نگهش داره، به این که قدر زندگیش رو میدونه، یعنی میدونه که با انعکاس میتونه فقط دریافت کنه، بدون انعکاس نمیتونه دریافت کنه، و چنانچه دریافت کنه بدون انعکاس تاریکی برای خود میاره. 24 زئیر رمپین که می نویسیم زین الف، زئیر اپاین، پنین زئیر یعنی کوچیک، صورتی کوچیک از الهیت رو بهش میگیم زیرپی، صورت کوچیکی از الهیت. ما به شکل و شمایل خداوند درست شدیم، یعنی چه؟ خداوند سر و تن و بدن داره، به شکل و شمایل، یعنی خب ما درست شدیم که
عقل داشته باشیم، سر داشته باشیم، قدرت عمل داشته باشیم و پاها قدرت حرکت کردن. دست راست داریم، دست چپ، پشت داریم، رو داریم. تمام لغاتی است که در دنیای روحانیت استفاده خواهیم کرد که پشت چیه، جلو چیه. 6 جهت داریم: بالا، پایین، مشرق، مغرب، جنوب، شما. 6 پس میبینیم که خداوند یک شکل و شمایلی درست کرده به شکل خودش، کوچکی از خودش به اسم زئیرمپین، که ما به این زئیرمپینه نگاه کنیم که بدونیم که نیروی آدم به شکل و شمایل این زئیرمپینه. این زئیرمپینه رو به اسم یود، هی، وو، هی میشناسیم. 3-4 حرف داره که مشخص میکنه قدرت، شکل و شمایل و ارزش این نیرویی که بهش زئیرمپینی، که من باید نگاه کنم و به شکل شمایل او آفریده شدم و به شکل شمایل او باید در بیام. یود، حکما، اسر سفید رو گفتیم تو سره. دست راست، دست چپ رو نگاه کنید. هیه اسم دومشه. واب از قلب بگیرین برین تا یه سر، این وابشه. 2 پا هم که پایینه هیشه. پس شکل و شمایل اسم الهیت در وجود من از بیرون و درون حکاکی شده و اون شکل و شمایلی که الان تعریف کردیم که مشخص میکنه این یود، هی، واب، هی رو بهش میگیم زئیرمپین. اجازه بدین که با این مقدمه کلاس امروز رو به اتمام برسونیم و با امید خداوند هفته آینده امیدوارم که باز هم برقرار باشه. آقای آشر هم سلامت و پایدار باشه، هم خودش هم فامیلش، که در این زمان خطرناک خداوند حال او رو، سلامتی او رو، تمام ایرانی ها، تمام ملت ایران بنده لیاقت داره که بهترین بهترین شامل حال ایران باشه. پاکش، بوش، اون میوهی که در ازش میخوریم، نونی که ازش میخوریم توی دنیا نه بوی او رو داره نه مزه او رو داره. ما از اون خاک درست شدیم و مسئولیم که دعا کنیم که خداوند انشالله از اون بدی و حامانی که مستقر شده در اون مملکت، اون تاریک مسبب میشه جوونهای ما کشته بشن، پاک بشه از این نیروهای پلید و عشق و محبت و معرفتی که تو ایران هست، ملت ایران هست، نمودار بشه، مثل همین الان که نمودار شده تو دنیا به عنوان زن و زندگی و آزادی. آمین و آمین. خب ضمن عرض شالوم و خسته نباشید به استاد گرانقدرمون، آمین که وند برای ایران و ایرانی، برای همه ای ملت ها خوش بخواد و حاکمین ظالم در هر کجای دنیا که هستند هرچه زودتر زدوده بشوند و بارشون رو ببندند و بروند، مثل صدام حسین، مثل قذافی، مثل هیتلر و مثل بسیاری از این جنایتکارانی که جز خونریزی و خونخواری هیچ کار دیگری نکردند. خب دوستان، در اینجا شما رو خداوند بزرگ میسپاریم. آمین که تا هفته آینده برقرار باشید و دوباره جلسه‌ای با استاد داشته باشیم. موفق باشید و کلتون.